حالا تا آخرین ولاگ همراه هم باشین، بریم جاهای دیدنی آثار رو تا اونجایی که وقت میشه ببینیم. یعنی این داستانشون چیه تابلو؟ اینجا صاحب کافه بیدونه خواهد حمله کنین تو فریستا میگه کاشی همه زحمت نمیکشی. داره تو ماشین آب میریزه امیر. سلام بچه ها، رفتن خرید. میشیم جای پارک پیدا کنیم، ماشین پارک کنیم، ولی میخواییم بریم فوتو در رفت. آره بابا پیشو مسلس هم به دایره مهمون جشت مهمون 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 سلام به عزیزای دل، من اومدم با یه ولاگ دیگه، یه ولاگ متفاوت. من دو سه تا دوستان تو آستارا هستن، بعد دعوتمون کردن اینجا. خب منم اول ولاگمو نتونستم بگیرم، گفتم الان بگیرم ویدیوشو بذارم اول ولاگ، چون وقت نشد هر کار کردیم، خیلی یهویی شد برنامه‌مون. بعد دیگه حالا دعوتمون کردم اومدیم. یکی از دوستام، مامانش اینا ما رو دعوت کرد، خواهرش ما رو دعوت کرد، خودش در جریان نبود که ما داریم میه، به خاطر اینکه سورپرایز بشه. حالا تو ادامه حتما براتون میذارم، تا آخرین ولاگ همراه من باشین. قراره بریم با تاکسی، یعنی ما از منجیل اومدیم رشت، بعد با تاکسی توی ولاگ قراره بریم آستارا با امیری، بعدش هم که دوستام سورپرایز کنیم با هم دیگه. هم الان اومدیم بیرون، حالا تا آخرین ولاگ همراه هم باشین، بریم جاهای دیدنی آثار رو تا اونجایی که وقت میشه ببینیم. داغونه، خیلی داغونه. ما خواب پر شدیم، اسنپ گرفتیم، اومدیم ایسکا، تاکسی سوار شدیم. خیلی راه ها، 3-4 سن راه ها، از ترافیک و اینا هم باشه بکنم 5 سن راه باشه. مدده چه توشکاری دارم، مدده چه آنگلوم دارم، کلاف میزدم، چمپوش میزدم، پارچت میزدم، آزیوان میزدم، همه کارم. الان خودم اینجا هم آستار هم اینجا خونه دارم داشت. تنها این کار رو میکردی؟ به خدا من یه نفر تاره نشده، مثلا یه بنایی، یه نقاش، یه استادی بیاد خونه من کار رو کنم، همه کارش خودم شده. الان هرچی من تو آستارم میشنسه، مثلا برمان یه سنتکار به من میگه بابا خاش بذاره کارت رو زندگی به جد رفت تو بار ماشین دوران چون پولام رفت، داراییم رفت، که خودم با خودم رد شردن نموندم سنتم. همین اعلانش میگم بیا بمون سر شاجر. ما رسیدیم، دوستان اومدن پلیس راه دنبالمون، ما رو سوار کردن، اومدیم الان یه لحظه دم خونهشون خودشون کار دارن که بعد بریم پیش یکی از دوستای دیگه.
ما اومدیم دوستمو سورپرایز کردیم، دیگه رفتیم بالا خونش، مامانش به زور ما رو نگه داشت، رفتیم همونجا نهار خوردیم و الان دیگه داریم سوار ماشین میشیم که با بچه ها بریم بیرون یکم بگردیم. تو راه بچه ها داشتن با آهنگ می زدن و می رقصیدن، ولی من مشغول تماشا کردن بافت شهری آستارا بودم، به خاطر اینکه اولین بار بود می اومدم، برام جالب بود بدونم که خونه هاش چجوریه، بازارش، مردمش، برای همین کلن از شیشه داشتم بیرون رو تماشا می کردم. اینم از منظره نزدیک ساحلشه. کتواک بیا. اینجا بشتیدن ایشو یکی از تاپ مدل های آسارا هست، بهترین کتواک آسارا رو ایشون داره. ایستگاه ساحلی کاکوله، اینم امیر کفش های تازه امیره، اصرار داره حتما کفش رو تو بلاگ نشون بده. تو بلاگ منم که نیفتاده دادم تو بلاگ ویدیو. برو دیگه امیر باشه، الان کفش رو تو لیف میکنم اشتباهی. خودم اومدیم اینجا، حالا ببینیم چقدر هدف زیر پامونه. اصلا بهتون نشون بدم اینا همه هدف هست. آمپولی نکن تو رو خدا. من خودم اولین بار اومدم آستارا، گفتم بلاگ بگیرم، شما همراه من هر جا که میریم باشین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، خیلی دوستتون دارم. استیل. اومدیم اینجا، اسمش استیله، یه دریاچه دیگه. دریاچه کوچیکه، دورش هم خیلی سرسبزه. الان میتونی نشون میدم. خب. خوشگله. خب دیگه میخوام بیاید. خوشگله. 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 اینو بامزه است. یه مهم گرفته بالای. خب من پیاده شدم از ماشین. اینجا رو بهتون نشون بدم، این چقدر قشنگه. خیلی بالا، خیلی سرسبز. مهو شما نگاه کنین، آخه من بهتون از خونکی هوای اینجا بگم، بارونم یه ذره اومده. از اینجا مثلا خانواده ها نشستن. اینجا که استیله، این درخت ها میبینی که پرنده نشسته و این درخت ها حرکت میکنن. مثلا شاید اگه یه درخت امسال اینجاست، تو این قسمت سال بعد تو این قسمت نباشه، مثلا حرکت میکنن. اینجوری میگن. الان اومدیم داریم میریم با هم دیگه یه کافه، یکم تایم بگذره، بعد دیگه شام خونه فریسا خواهر یلدا دعوتیم. اومدیم کافه شید آسارا، حالا بریم ببینیم چه جوریه. به نظر که خیلی بامزه میاد. چه بامزه. آره. حاجی علویه و منوشه، منوچه. آخه اینا با هم خیلی بامزه.
فضای کافش هم میگه. این فضای کافشه. خب بچه های گم زدن تو کافه، موقع در اومدن زدن صندلی افتاد اون پشت گم زدن. همیشه گم زدن دیگه همیشه. خب در اقل صندلی جا میشه. چی شد؟ خب بریم سوار. با چی شد؟ یا درستش کن بابا دزا یا بکن منو هل لکن یا خلاصه یه گندیم زدن دیگه تو کافه ما رفت. حالا میخواییم بریم واسه فریسا فکرم کیک بگیریم و بریم سانده خونه. موسیقی ما داریم میریم برای تولد فریسا کیک بگیریم. سورپرایز چه دیگه، داریم میریم خونش. اینو بخریم. اونم هست ولی یه جور یک چیک تره. روش بنویسیم بگیم بریم فری. نه بابا ساده خوشگل تره. شام هم یه چیزی انتخاب کنیم بگیریم بعد دیگه بریم دیگه. نمیدونم شام چی انتخاب کنیم. اونجوری صورتی یا بلند نماز؟ صورتی هم میتونیم بگیم پاپیونش. خب اونو برد سرخابیه اون. خب دیگه برف شادی نده. نه نخ شادی. آره اون خوش رنگه. این رنگی هم هست. این خوش یه رنگ هم میشه. یه دونم کرم بعد این بکنم باچه. خب بریم حالا حساب کنیم کیکو. گفتی نره بریم. فریسا زنی زد گفت کجاییم. گفتیم که داریم تو راهیم. گفتیم تو راهیم. خیلی بابا گرفتیم بعد دیگه میریم الان یواش یواش سمت خونه فریسا. ببینین جوجه اومده. ننه فداتون بشم که مشخص نیست. ننه جوجه مشخصه؟ نمیدونم مشخصه یا نه. آماده میکنم ببریم بالا. Thank you.
خب ما اومدیم خونه فرشتا، لباسمون رو عوض کردیم، لباس راحتی پوشیدیم ولی پیژامه مال من واسه هم میره بسره بچه ها اونو باشه جوره با تیشیر هم جردن. خب بریم که خوش بگذرونیم امشب. دانس 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 تا صبح. چی هست؟ متخصص همچنان یادش دارم مقعد مقعد متخصص متخصص مطرب مطرب بعد تر زحمت فریسا سالاد درست کرده میخوام که اینو بزنیم بر بدن دیگه. آه دو کلمه است، بزن دو کلمه است. اولی دو گمیه جن تو کی تو آیلین ما یه آدم تو جمع الان جمع خودمونی پارتی چی بگم مهمونی پارتی مهمون جشن مهمون یک مهمون دو مهمون مهمونی فرشین جان سعدی مهمون ناخونده آفرین. صبح بخیر، ما دیشب تا دیر وقت بیدار بودیم دیگه، تا الانم خوابیده بودیم. پا شدیم میخوایم صبحونه بخوریم، کم کم آماده شیم با بچه ها بزنیم بیرون. این فیلم من براتون از تراس خونه فریسا گرفتم. من عاشق ویو خونه شدم. این خیابون و آخرش هم به دریا میرسه که توی فیلم مشخص نیست، ولی خودت نگاه کنی معلومه. بعد از تماشا کردن بیرون رفتیم که صبحونه بخوریم.
فریده خانوم داره برامون صبحونه حاضر میکنه. مرسی. اینم از این. از کی داره زحمت میکشه؟ سوسیس تخم مرغ. نه داره کره بادام زمینی میذاره. شروع کن حمله کنی تو فریسا. میگه کاش یه همه زحمت نمیکشیدم. آره بذار. امی داری چی کار میکنی؟ شماله میزنم که درشیدیم جواب. ما بعد صبحونه یکم همینجوری وقت گذروندیم، یکم خوابیدیم، استراحت کردیم. الان حدودا ساعت 5 فکر کنم دیگه آماده شدیم داریم میریم بیرون. احتمالا بریم بازارچه. بازارچه ساحلی میگن؟ آره بازارچه ساحلی اینجا. گفتم بهتون نشون بدم. حالا رسیدیم براتون ولاگ میگیرم. باشه عزیزم تو اصابت خون نکن. اوکی مریخا جان اصابت مسلط. همه خوش میبینه قفله بوم میزنه. باشه تو فوتو دارم. آره بابا پیشو مسلط باشه. مسلط هم دایره هم. ما بعد فکر کنم 1600 نسیم جای پارک پیدا کنیم، ماشین پارک کنیم، ولی میخواییم بریم. آسمون هم خوبی سوش چیه؟ بری یه این دیگه خیلی شروعه. وای ببین چه خوشگله. آره خدا کنه سرد نشه همجوری بمونه. آره تا شب یه خونکیه ملو. اینا مغازه شده چه اینجا پر از پاساژای اینجوری تو در تو است. پیله های خیلی بزرگه که مثلا میری باشه هرچی تو دوست داری. پر از اینجوری مغازه است که لباس فروشیه دیگه. لباس بگیر نمیدونم کفش نمیدونم همه چی داره. پس توضیحات همه چی هست. مغازه هر نگاه کنین تابلوشه شماره و فلان و اینا. ببینید چقدر چیزای خوشگلی داره. من عاشق این چیزا لابی و اینا. اومدم بابا دارم نگاه میکنم خیلی خوشگلن. قابلمه هاش نگاه قابلمه از چه آمدیم قابلمه بگیریم قابلمه اومدیم بگیریم. خب الان دیگه داریم همچنان دور میزنیم. خسته شدیم. من یه سری خرید کردم و دیگه خیلی هم شروعه خیلی دیگه کلافه شدیم. اومدیم راسته این ساندویچی ها پر از فلافلیه. بچه ها خیلی باله اینجا. من تا حالا نیومده بودم. نگاه کنیم پر از ساندویچیه. دختره بیدی دارید دختره بیدید با تحجیب نگاه میکنم.
میگن اینا چی میگن. چقدر هم تو یه تمه همش یالا بچه ها رفتن خرید انا سرد هوا چجوری بازی کنی؟ هم همچنان میچرخه و ملیکا داره ولاگ میگیره از این ظرف خوشش اومده. همچنان داریم میچرخیم اینجا را و اینکه همین دیگه داریم میچرخیم. چرا مثلا بازداشه دیگه در اومدیم از اینجا یکم گشنمونه میخوایم بریم یه چیزی بخوریم. داره تو ماشین آب میریزه امین تو ماشین انگار آبش کم بود فنش تو روشن میشود دیگه بریم بشینیم. این امیره این هم خمیره بعد از یه تهبندی ریز حرکت کردیم به سمت خونه باغ آیلینینا که قرار بود شب همه با هم اونجا باشیم. چون راهمون یکم دور بود و گرسنمون بود رفتیم یه تهبندی کردیم. ما از اونجا اومدیم الان ویلای دوستم آیلینینا خونه باغشون الان اینجا دیگه دور همیم دیگه. حالا شام بخوریم. آیلینا خسته در حال انجام تدارکات. خب ما بعد شام خوردن دیگه اومدیم باغ. بعد اول قبلش رفتیم مهسا رو برداشتیم. سلام مهسا. آره بعد الان دیگه داریم آماده میکنیم یه سری وسیله ها رو که دیگه شبمون استارت بزنم. خدافظ. مهسا داره یه کباب استیک بزنه. ما دیگه دور میزنیم یه سری گرممون بشه بعد لباسمون نرد. آره بعدم یه سری اینجوری تنقلات و اینا هم بچینیم. امیر در حال درست کردن زغال برای کباب. آره نم دوستم مهسا تماشا با به به ایشینم اومد گوشه بذار اونجا دست پار اومدم با یه چند تا شد اسمش چی بود؟ تشتا صبح ولی امین میگم که بالا میتونی بیای تو تاسی. بالا پس. بالا. خیلی. کیک پارا میخوام تو رو بسازم. امین موفق شدی. آقا نرید. آقا نرید. آقا نرید. نم از کبابا دستشون درد نکنه دارن زحمتشون میکشن کبابک کبابا کبابا دیگه بردن نمک
بمون رفته نمک یاده هوا خیلی خوب شده، یعنی ما یه ذره رقصیدیم دیگه گرممون شد. بگیرم بسه بسه بیزیس ماشالله. خب من لباس پلو خوری ما در آوردم، فریسا داره اینجا کباب میزنه. آره میام اله بسه میخواد بیاد تو ولاگ. ملیکا بچه ها میخوام برم یه سر بیرون میشه آتیش. آره میریم آتیش بذاریم. خوبی؟ من نیا بذاریم. بعد دیگه هیچی دیدیم. بله میدونن محساس و من دوست دوران دلیلستانشم. نه ملیکا کافه چیشی؟ کافه تنگی فنجون دیدی یادمه ملیکا. بعد من میرم بیرونم موزیک آندراز بریم که ببینیم دیگه چیه در انتظارمونه. فریسا جان هلو درست کبریت ببینیم اونجاست بنازیم. بله کبریت اینجاست بردار. بریم کبریت سلام آقا رضا. زبونه ملت رو کشتی. من فقط میتونم ترقی پیازی بهتره کنم از من بگیرم. چرا این یاده یکی هم روشن کن، اون یکی نسوخته. اون یکی نسوخته دیگه ولی. خب ما بعد دیروز باغ دیگه ساعت فکر میکنم دارم میام. فکر کنم ساعت دو اینا بعد خودی رقصیدن و اینا که ویدیو نداریم متاسفانه ازشون. برگشت میخونه بعد خوابیدیم بعد الان هم نهار بخوریم و دوباره بریم میرون به این بچه هم بخوریشون رو هم زنگ بزن آمبولانس زنگ بزن بریزم خواهی بریزم امروز نهار چی داری؟ امروز نهار چی داری؟ نومیم بالا من بشنیم بخوریم. تیپامون هم خونگیه دیگه حالا زیاد توجهی نه بعد دو سه روز هی شب نخوابیدن. آره دقیقا بعد زیاد فریسا جا دوش جار عزیزا دو سه روز رقصیدن دیگه گفتن بسته اینم از آب و هوای بیرون خیلی خوبه. یه ذره سرد امروز. اینم از این خیابونی که تهش میخوره به ساحل خونه هست و اون ته ساحل دریاست. ما دیگه بعد از اینکه نهار خوردیم یکم استراحت کردیم الان آماده شدیم بعد آره بچه هم رفتن ماشین بیارن دیگه منتظریم یلدا بیاد که بریم بیرون بعد میریم خونه یلدا. اینا همه خونه خواهر یلدا بودیم با رسم شکل توضیح بدم متوجه شن وسیله اونم برو که دیگه وسیله هم بشیم وسیله اونم گذاشیم اینجا دمه در تا یلدا بیاد. یلدا رفته حالا حالا نمیاد. چرا زده بود؟ اون گفت الان میاد. حالا کلی طول میکشه. تو حسین فرشته بهشون نشون بدم تا یلدا بیاد حوصله‌شون سر نره. انگار منتظره. شما با ما این دیگه مثلا. مثلا اینجا. این شما این. مثلا اینجا مثلا. مثلا خوبه. بوسه دو تا چه چه بوسه
اینم از هفتی. ای تو هم تخمه مون کشه یکی از سیبایی داخل همسیره. من سیبم دارم. من امیره. اینم خمیره. این همسیره فریسا. ببینید چه خوشگله تخمه مرگا چه داره. به به نگاه کنید آخه چقدر خوشگله. من صدا میرم حوصله‌اش رو سر. ببینید یه زر چرخ بزن. دوباره ببینم میتونی به چرخی رو سرامیک. یک دو سه کتواک. یا کتواک بیا. کتواک بیا دیگه. دیگه داریم میریم بریم بیرون ببینیم اصلا نمیدونم بودم کجا بیریم. من خواب هم نمیدونم. آره حالا بریم خب یلده اومد داریم میریم. اومدیم یه کافه به نام کافه نارنیا که درو در دیوارش یه عالمه تابلوه. حالا بهتون نشون میدم. یعنی این داستانشون چیه تابلوه؟ اینجا صاحب کافه و یه دونه خواهر داره. بعد اون مثلا کشیده. یعنی اینجوریه که طرف از اول از تایمی که برفت کلاس اینا رو هی مثلا کشیده. بعد برادرش هم آورده اینا رو مثلا تو کافه‌اش ازش استفاده کرده. چی باحال. حتی یه دونه تابلوی کافه اولش هستش که اون بره. حالا همون که اینجا اسمش کافه نارنیا پلاسه. بعد یه کافه نارنیا هستش که مثلا خیلی قدیمی‌تره. اون اولی مثلا کافه اینجا بودیم. اولش اون مثلا بود. بعد اینجا شعبه مثلا دومه اونجا بود. نقاشی اون شعبه اولیش هم اونجا هست. بعد میریم نگاه میکنیم. جالب. فروشی هم هستن نه؟ آره. ببینیم در دیوارش پر از تابلو داشت. حالا بهتون نشون میدم. این تابلوها بچه یه چیز جالبی که فهمیدم اینه که اینا که اینجا نشستن خانواده یه همین صاحب کافن. خواهرش هم الان بود رفت بیرون که این تابلوها رو اون کشیده. الان متوجه شدیم که همونه. اینا تابلو. برامون موکا بردن تو باشی هنده رو هنز نایه بردن دیگه. نشستیم بخوریم. از کافه اومدیم داریم میریم خونه یلداینا. مامانش هم جاتون خالی آش دوغ درست کرده. شام بخوریم دیگه همونجا بخوابیم. فردا صبح میخواییم برگردیم انشاءالله به سمت رشت. تیشرتش گم شده. چیه؟ چی بیده همه موز بالا؟ تو اجنه ها ما دیشب اومدیم خونه دیگه شام خوردیم دوره هم با بچه ها بازم بازی کردیم خیلی هم دیر خوابیدیم.
الان پا شدیم، صابونه خوردیم، داریم میریم بیرون. یکی دو تا خرید داشتیم اینجا، آسارا داشت، گفتیم بریم حالا بگردیم پیدا کنیم سمت بازار پاساژا ببینیم چی پیدا کنیم. آره میخواستم کفش بگیرم، گفتیم با هم دیگه بریم. ما منتظریم امیر بیاد دو سانت پایین. اومد بالاخره. بالاخره اومد. بریم. خب ما الان داریم میریم دیگه، بریم یکم خریدینا کنیم بعد برگردیم خونه، وسیلامون رو جمع کنیم که باید بریم به سمت رشت. یلدا چیکار؟ همون مغازه هایی که لوفراش خوشگل بود بست است، اشکال نمیم بریم لباس همیز بخاریم. نه همه مغازه هایی دقیقا که بکر شروعی بستند چیزهای دیگه بازه. متاسفانه مغازه همه امروز بسته بود، نمیدونم حالا چرا عیده بعد پنجشنبه است و اینا، همه بسته بود دیگه. برگشتیم خونه گفتیم حداقل تو این تایم مثلا نهار بخوریم، وسیلام رو جمع کنیم که دیگه بعدش حرکت کنیم برگردیم. ما دیگه وسیلام رو برداشتیم، نهار خوردیم، یلدا داره ما رو میرسونه ایستگاه که برگردیم. رد خیلی خوش گذشت، عالی بود. خب بچه ها رو میخواییم بریم برسونیم دیگه ایستگاه که برن سمت رشت. خیلی ناراحتم واقعا اینکه داره این تایم تموم شه. خیلی خوش گذشت به منم واقعا خیلی، یعنی شاید بهترین حالتی که میتونست این چند روز بگذره همین جوری بود. خیلی واقعا بهم خوش گذشت. بعد امیدوارم که تو ویدیو هم بتونیم حس حالو به شما منتقل کنیم و اینکه دیگه سفرمونم به پایان رسید دیگه. آره وقتشه که بریم سوار میشه. مراقب خودت باش، بوست کنم. از اینجا خدافظی کنیم، هر رو ببینم. خدافظ. امیر گریه نکن. امیر امیر چی درست میشه؟ ایران هرچی چرت و پرت میگن. خب بریم.